Hello, everybody, and welcome. Thank you very much for joining my live session. I hope that you're well, yourselves and your family. I hope that you're all well and you're safe, hopefully. Hopefully you've been able to have a good weekend. The weather hasn't been too bad. It's been okay, yeah? The weather's been okay. Good evening, Mohsen. Thank you for joining. Hello. Bustani City, Bita, hello. Thank you for joining. Learn 83, hi. Thank you for joining. Maha, very good. Zari, hi Zari, thank you for joining. Long time no see, Zari. Rap Farsi, Maha. Thank you, Maha. I hope you are well as well. Aram Salehpur, is that right? Hi, thank you for joining. Great, lovely to see all of you. Thank you very much for joining. Okay, so today is the 1st of August, is that right? Oh my goodness, excuse me. Days are just flying by, oh gosh. So quickly, days are going by so quickly. That's life. Life is just going by so quickly. Hi, Shima. Thank you for joining. Hi, Ibrahim. Thank you for joining. Long time no see. I hope you're okay. Okay, great. Right. So in tonight's lesson or tonight's video, I just wanted to practice a little bit more pronunciation with you. A bit more pronunciation, because we've talked a little bit about vocabulary, we've talked a little bit about grammar. Now tonight we want to practice a little bit of pronunciation with vocabulary. Obviously we're always learning vocabulary, but focus is going to be on pronunciation tonight. Okay. lovely. Okay, let's begin. Pas focus imshab bishtar roye pronunciation hast. Yek seri kalame hast ke in kalamat bishtar estefade mishe. Bebakhshid. In kalamat kalamati hastan ke توی تلفظشون میشه تلفظ رو بهتر کرد. در واقع میتونیم یه مقدار روی تلفظ کار کنیم امشب. اوکی. یک سری کلمه من توی پست زیر پست امروز صبح نوشتم یا امروز ظهر و همونها رو قرار هست با هم کار کنیم. بعد از اینکه این ویدیو تموم شد که این رو سیف میکنم، زیر این ویدیو هم دوباره اینها رو حتما پست میکنم. اوکی. پس کلن روی 5 کلمه امشب ما میخواییم کار کنیم. کلمه اولی که میخواییم روش کار کنیم فعل کمکی can. فعل کمکی can. Can. اوکی. ما در زبان انگلیسی یا جمله مثبت داریم یا جمله منفی یا سوال، درسته؟ معمولاً از این ستا خارج نیست. یعنی هر چیزی که میخوایم بگیم یا جمله مثبته یا جمله منفی یا سوال. اکثر حرفایی که میخوایم بزنیم یکی از این ستاست. Excuse me. برای جملات مثبت وقتی که از can میخوایم استفاده کنیم، به خاطر اینکه فعل کمکی هست خیلی سریع ازش رد میشیم. کن کن کن. برای سوال هم همینطور. کن کن کن. برای منفی که میگیم can't. اوکی. تنها وقت در زبان انگلیسی، تنها وقتی که این فعل کمکی can واقعا can تلفظ میشه، وقتی هست که به عنوان جواب ازش استفاده میشه، جواب کوتاه
یعنی چی؟ یعنی مثلا یه نفر به من میگه میشه کمکم کنی؟ من به انگلیسی میخوام بگم آره میتونم، میگم yes I can. Yes I can تلفظ کلمه can. اوکی. پس فقط و فقط این فعل کمکی can. موقعی شما صدای ا میشنوین در کلمه can که به عنوان جواب کوتاه استفاده بشه. اگر این کلمه، این فعل اضافه can توی سوال باشه، صدای ا شما نمیشنوین، کن کن. اگر این فعل اضافه can توی جمله باشه به عنوان فعل اضافه، دوباره شما صدای ا نمیشنوین، I can go، I can see، we can play. پس تو جمله مثبت و در سوال این کلمه can ا صداش نباید شنیده بشه برای تلفظ صحیح. فقط وقتی شما باید اون ا توی can رو تلفظ کنید که به عنوان جواب کوتاه سوال استفاده بشه. مثلا یه نفر به من میگه میتونی اینو ببینی؟ من میگم آره میتونم، yes I can، yes I can. فقط و فقط در این حالت اون صدای ا توی can شنیده میشه. خارج از این، یعنی برای جمله مثبت و برای سوال، اون صدای ا در can نباید شنیده بشه، نباید تلفظ بشه. پس امشب ما ببخشید یه دونه سوال میخوایم با can بسازیم، یه دونه میخوایم جمله بگیم. در هر دو اینها لطفاً به تلفظ من برای این کلمه can دقت کنید. سوال اول من هست که من میتونم رسید بگیرم؟ یه چیزی الان خرید کردم، یه چیزی خریدم، میخوام بگم میشه رسید بگیرم لطفاً، رسید اینو میخوام، میشه رسید بگیرم؟ Can I can I get the receipt? 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 Can I? Can. پس نمیگم can I، میگم can. Can I get the receipt? Can I get the receipt? Can I get the receipt? سری که بگیم can I get the receipt؟ میخوام بپرسم میشه لطفاً ریفاند بگیرم؟ یعنی میشه لطفاً این جنس رو پس میدم، شما تمام پولم رو پس بدین. Can I get a refund? 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 نه. Can. Okay. این برای سوال هست. پس فقط can. A صدا ما نمیشنویم. در جمله میخوایم ازش استفاده کنیم. در جمله مثبت از این can به عنوان فعل کمکی استفاده میکنیم. Okay. Can I get yes. Funny 1120. Can I get a refund لطفاً؟ Can I get a refund? Can I get a refund? Okay. Can I get a refund? Very good. حالا میخوام تو جمله ازش استفاده کنم. یه نفر یه چیزی به من میگه. میگه مثلا دیروز خیلی گرم بود، من با دیروز تو گرما کار میکردم، خیلی سخت بود. یا very good، آرزو تب تب، very good. یا مثلا یه نفر به من میگه وای مثلا نمیدونم فلان چیز خیلی سخت بود، فلان چیز خیلی مشکل بود، خیلی طولانی بود، زحمت داشت. یه چیزی میخواد، خلاصه یه نفر داره یه جوری درد دل میکنه، من میخوام همدردی کنم با اون شخص. به انگلیسی میگم I can imagine. همین. I can imagine. I can imagine. I can imagine. یعنی من همدرد تو هم. من دارم سعی میکنم درد شما رو تجسم کنم. دارم سعی میکنم اون دردی که شما دارین برای من توصیف میکنین رو تجسم کنم. پس وقتی که very good هانیه، very good funny، yes I can imagine، yes can I get a receipt funny، yes very good. پس یه نفر یه درد دلی با من میکنه، من میخوام همدردی کنم، میخوام یه جوری مثلا به اون شخص برسونم که آره من دارم سعی میکنم درک بکنم
مشکل شما رو، حالت شما رو. به انگلیسی میگیم I can imagine. I can imagine. نه. پس اولین کلمه ای که امشب تلفظ صحیحش رو میخوایم یاد بگیریم، حرف، ببخشید، فعل اضافه can هست. و گفتیم که چه در سوال چه در جمله مثبت can نمیگیم، میگیم can. can اصلا انگار ا وجود نداره. تنها وقتی در زبان انگلیسی که شما صدای ا توی can میشنوید، وقتی هست که از کلمه can در جمله، در پاسخ به سوال، اونم پاسخ کوتاه، ازش استفاده میشه. فلان کارو میتونی بکنی؟ Yes I can. Yes we can. اینجا صدای ا میاد، نمیگیم yes I can. Yes I can. اون شنونده منتظره yes I can چی؟ انتظار داره که جمله ادامه داشته باشه. پس در جواب سوال میخوام جواب کوتاه بدم، با can میگم yes I can. صدای ا شنیده میشه. در سوال can you، can I، can we صدای ا نمیاد. در جمله کامل که can به عنوان فعل کمکی استفاده میشه، دوباره صدای ا نمیاد. I can imagine. I can go. I can see. I can have. اگر شما تلفظ صحیح کلمات رو یاد بگیرید، بعد وقتی که یک نیتیو با شما صحبت میکنه، میتونید اون کن رو تشخیص بدید توی پرونانسیشن اون شخص، به خاطر اینکه شما قانون صحیح این تلفظ رو بلد هستید. اوکی؟ پس فقط برای سپیکینگ نیست، توی لیسنینگتون هم خیلی کمکتون میکنه. excuse me. Could you please save the video? I'm working. I can't be here anymore. Yes, absolutely, Siamak. Yes, I will definitely save the video. Thank you. Okay, very good. پس اولین کلمه ای که ما امشب یاد گرفتیم تلفظ can هست. گفتیم که جمله مثبت داریم، جمله منفی داریم و سوال. در جمله کامل مثبت، در سوال ما کن 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 تلفظ میکنیم، ولی وقتی که میخوایم جواب بدیم، جواب کوتاه بدیم، جواب مثبت کوتاه بدیم، میگیم yes I can. اون صدای ا شنیده میشه. کن کن کن. Can I? Can you? I can imagine. Okay. پس این شد کلمه اول. Okay. Very good. هنوز هستن همه همراه من؟ Hopefully. Okay. کلمه دومی که امشب میخوایم تلفظش رو یاد بگیریم، اسم یک نوع ماهی هست به اسم salmon. 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 من از خیلی ها شنیدم میگن سالمون. در فارسی ممکنه میگن سالمون، ولی اینجا میگن salmon. ل تلفظ نمیشه. salmon. 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 salmon نمیگیم. salmon. salmon. okay. okay. hi. salmon. salmon. okay. در سوال دوم، پس اول فارسیشو براتون میگم، بعد سوال براتون میگم. به عنوان مثال رفتم توی یک سوپرمارکت، میخوام به اون شخصی که توی قسمت ماهی، سی فود، تو قسمت ماهی و اینا کار میکنه، میخوام از اون شخص بپرسم آیا میشه این تیکه سالمون رو شما تیکه تیکه کنین، فیله کنین، فیلت، فیله کنین و پولک هاش رو هم در بیارین لطفاً. پس میشه این تیکه سالمون، مثلا نصف سالمون من میخوام بخرم، از اون شخص میخوام بپرسم توی سوپرمارکت، میشه لطفاً این نصف سالمونی که من میخوام بخرم و شما تیکه تیکش کنین به صورت فیله، ریز ریز نه، به صورت فیله تیکه تیکش کنین لطفاً، پولکاش هم در بیارین. اوکی؟ سوال من این هست و با کلمه can شروع میشه. پس میگم Can I have the salmon cut into fillets? بعضیا میگن فیله که تلفظ صحیح فرانسوی هست، بعضیا میگن fillet، اونش دیگه مسئله نیست.
Can I have the salmon cut into, okay, fillets and scales off? Scales, scales, scales. Scale هم به معنی ترازویی هست که ما میریم روش وای میسیم که وزن خودمون رو بدونیم، هم به معنی پولک هست. پولک روی خیلی از حیواناتی که توی آب زندگی میکنن، scales. پس من دارم به اون شخص توی سوپرمارکت که موظف سی فود و ماهی و ایناست میخوام بگم میشه لطفاً این قسمت سمن رو شما تیکه تیکه کنین به صورت فیلت، به صورت فیلی، و پولکاش هم در بیارین لطفاً. Can I have، نمیگم can you، can you نمیگم، میگم can I have، یعنی میشه لطفاً این کار برای من بشه، به صورت مجهول هست. دوستانی که دوره گرامر رو با من دارن الان، هفته دیگه مجهول درستون هست، میبینید که با مجهول بیشتر آشنا میشید. در زبان انگلیسی ما خیلی از مجهول استفاده میکنیم. در این صورت هم نمیگم لطفاً شما برای من این کارو بکنید، میگم میشه اینجوری داشته باشم. Can I have the salmon cut into fillets and scales off? Okay. Can I have the salmon cut into fillets? Fillets, bustani seti. Fillets, s migire lotfan. Fillets and scales off. Very good, very good. Hanie, can I have the salmon cut into fillets? Fillets, jam bad baste beshe lotfan. Ma faqat az kull nisf salmon ye dune file ke nemikhaim, doroste? Mikhaim cut into tike tike beshe be surat file ha. Se ta file, char ta file, har chi, doroste? Fillets, fillets. Thank you, Hania. Can I have the salmon cut into fillets and scales off? Very good. Very good. ببینم کس دیگه رو جا نذاشتم. No. Salmon. Salmon. S-A-L-M-O-N. Very good. Okay. Bavagar 1367. Can I have the salmon cut in two fillets? Okay. Cut into. Cut into. حرف اضافه. Into. Into. I-N-T-O. Into. Into. Cut into fillets and scales off. Very good. Okay. Into fillets. Thank you, Bawagar. And Zari, can I have the salmon cut into fillets and scales off? Very good, very good. با سپلینگش خیلی نگران نباشین، به خاطر اینکه هم داریم صحبت میکنیم، سپلینگ مهم نیست. هم اینکه سپلینگش رو زیر پست امروز قبلا و بعد از این حتما می‌نویسم. آرزو، the salmon needs cutting. Very good, very good. بله، the salmon needs cutting. ولی ما هیچ موقع این رو به اون شخص نمیگیم the salmon needs cutting. یعنی در واقع یه جور دستور هست. The salmon needs cutting. این جور صحبت نمی‌کنیم با یه شخص توی سوپرمارکت. این جمله شما کاملا درست از نظر گرامر، ولی این مثلا the salmon needs cutting یه چیزیه که شما به یکی از افراد خانواده ممکنه بگین. میخواین وظیفه رو بدین به عهده یه نفر دیگه، پسرتون، همسرتون، خواهرتون، هر کسی، میخواین بگین این salmon باید تیکه بشه، تیکه تیکه بشه. The salmon needs cutting. اونجا هست که استفاده میکنیم. Very good. ولی آرزو، شما از فرمول درست پسیو استفاده کردین. مشخص هست که درس هفته پیش گرامر رو یاد گرفتین. Fantastic. Okay. پس کلمه دومی که یاد گرفتیم اینجا تلفظ salmon هست. Salmon. Can I have the salmon cut into fillets and scales off. Okay. یه مثال دیگه که اینجا ننوشتم ولی یادم زیر پست نوشته بودم، مثلا وقتی هست که شما میخواین به بچه هاتون یا به خانواده اطلاع بدین که امشب شام سمن و وج هست. وج، وج یعنی سبزیجات. سمن و وج هست، یکی از غذاهای خیلی رایج توی انگلیس. مثلا میتونید اینو بگید we've، یعنی we have، we've got salmon and veg. ان یعنی and،
اندش رو می نویسیم ولی نمیگیم، فقط میگیم ان ان ان. مثلا در کلم در فارسی همیشه وقتی که یه جمله رو داریم میگیم همیشه و نمیگیم، درسته؟ او میگیم، مثلا کیف و کفش، نمیگیم کیف و کفش، درسته؟ در مکالمه و می نویسیم ولی او یا یه جور دیگه تلفظ میکنیم. اند تو انگلیسی هم همینه، اند می نویسیم، ان 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 تلفظ میکنیم، خیلی سریع از روش رد میشیم چون یکی از کلمه های اصلی جمله نیست. اوکی، پس میخوام بگم امشب شام سمن و سبزیجات داریم. We've got salmon and veg. And منظور and هست. We've got salmon and veg. Excellent. Hania, very good. بابا زاده وحید 08. We've got salmon and veg. Very good. بوستانی, we've got salmon and veg. Funny 1120. We've got salmon and veg. Fantastic, fantastic. We've got salmon and veg for dinner. مثلا, for dinner, برای شام. Very good. اوکی، اکسلنت. پس تا حالا تلفظ صحیح دو کلمه رو ما کار کردیم. یکی فعل اضافه کن که گفتیم در سوال و در جمله کامل جمله مثبت کن تلفظ میشه. تنها وقتی که ا در کن تلفظ میشه کامل وقتی هست که شما میخواین جواب کوتاه بدین Yes, I can و بعد اونجا هست که فقط صدای اس شنیده میشه. کلمه دومی که یاد گرفتیم تلفظشو هست salmon. Salmon و گفتیم ل تلفظ نمیشه. Salmon, salmon. We've got salmon and veg. Yes. زری, veg is V-E-G لطفاً. Veg, veg. مخفف vegetables. Okay. Very good. بریم سراغ شماره 3. Excuse me. شماره 3 یکم گرامر هم داره. اینجا توی شماره 3 دو چیز مختلف داریم که من زیاد دیدم دوستان این دو رو قاطی میکنن، یکیش میکنن. اوکی؟ ما الان میخوایم این دوتا رو جدا کنیم. یه دونه هست که میگیم the other one. The other one یعنی اون یکی، این یکی نه، اون یکی. The other one. اجازه بدید من اشتباهش رو بهتون بگم که بعد صحیحش رو بگم، خودتون بتونید فرقش رو ببینید. خیلی از دوستان شنیدم میگن the another one. The another one. این اشتباهه. ما قبل از other one یا میتونیم the بیاریم، the other one یعنی اون یکی، یا میتونیم another one بیاریم که یعنی یه دونه اضافه. اوکی؟ پس یا the other one یعنی اون یکی یا another one یعنی یه دونه دیگه اضافه. این the و an رو نمیتونیم با هم بیاریم. the another one نداریم، نمیتونیم اینجوری استفاده کنیم. اوکی؟ و من اینو زیاد شنیدم، دوستان میگن the another one، the another one و این اشتباس. یا the other one یا another one یعنی the دیگه نداره. جمله بسازیم. اوکی، یه نفر مثلا به عنوان مثال رفتیم خرید، یکی از دوستام از من میپرسه لیلا این پیرن قشنگ تره یا اون یکی؟ من میخوام بگم اون یکی بهتره. The other one looks better. The other one اون یکی، این یکی نه، اون یکی. The other one looks better. The other one looks better. اون یکی بهتره، اون یکی قشنگتره. The other one. پس نمیگم the another one، میگم the other one. The other one. The other one اون یکی. The other one looks better. The other one looks better. اون یکی قشنگتره. Okay, the other one is a V-neck. Not this one, the other one. Very good. خب شماها جمله های بسیار زیبا دارین میسازین. Excellent. واقعا به آدم انرژی میدین. دستون درد نکنه. The other one looks better. The other one looks better. Fantastic. Very good. Very good. Hania, you corrected your spelling. Thank you. Thank you. Mitra, the other one. Okay, Mitra. The other one suits you. Suit.
S آخرش. The other one suits you. The other one suits you. Okay. پانی 65 اقبال. من دوست دارم باز هم یه ویدیو از دخترتون ببینم. دلمون براش تنگ رفته لطفا. Okay. مرسی. Thank you. برای دفعه بعد حتما فکر کنم دخترم بالا داره یه کاری انجام یادم نمیدونم تو اتاقشه ولی حتما چشم برای دفعه بعد. مرسی. Thank you. نظر لطفتونه. پس the other one. The other one. اینجا کلمه آرتیکل an نیاوردم. The other one. یعنی اون یکی. اون یکی. The other one. اون یکی. The other one looks better. The other one is so beautiful, مها. Perfect. Very good. Okay. خب گفتیم the other one یعنی اون یکی. یه حالت دیگرش هست که گفتیم another one. Another one. Another one یعنی یکی دیگه اضافه. یکی دارم. یکی دیگه اضافه. پس the other one یعنی اون یکی. فقط یه دونه. اون یکی. Another one یعنی یکی دیگه اضافه حالا دوتا دارم یا یکی دیگه اضافه حالا ستا دارم. Okay. Another. The another نه. Another one یعنی یکی دیگه اضافه. Another one. Okay. میخوام بگم برای احتیاط یه دونه دیگه گرفتم. Okay, برای احتیاط, just to be safe, برای احتیاط یه دونه دیگه گرفتم. چی؟ حالا هر چیزی. برای احتیاط یه دونه دیگه گرفتم. I got another one just to be safe. Just to be safe. همینقدر که just in case, مثل just in case, یعنی برای احتیاط بیشتر. Okay. Another. Honey, together, one word. Together, سرهم لطفا. Another. سرهم لطفا. باوقار, I would like to have another. Okay. من میبینم مشکل چیه. Another one. وقتی هست که شما دیگه اسم نمیخواید استفاده کنید. یکی دیگه. اگر میخواید اسم استفاده کنید مثلا کافی میگیم another coffee. اگر نمیخواید اسم استفاده کنید فقط میخواید بگیم یکی دیگه میگیم another one. مثلا can I have another coffee؟ میشه یه کافی دیگه لطفا به من بدید؟ Can I have another one؟ میشه یکی دیگه به من بدید؟ Can I have another coffee؟ میشه یک کافی دیگه به من بدید؟ پس another one وقتی هست که شما اسم نمیخواید استفاده کنید. Another one یکی دیگه. Another coffee یک کافی دیگه. Okay. پس میخوام بگم که یه دونه دیگه گرفتم فقط محض احتیاط. فقط برای احتیاط بیشتر. I got another one just to be safe. I got another one just to be safe. فقط برای احتیاط بیشتر یه دونه دیگه گرفتم. امشب مثلا مهمون داریم به عنوان مثال. چه می‌دونم یه دونه هندونه گرفتم ممکنه کم باشه. Just to be safe. یا I got another one just to be safe. فقط برای اینکه یعنی برای اینکه سیف تر باشه محض احتیاط یه دونه دیگه گرفتم که مثلا کم نیاد. I got another one just to be safe. Okay. Can I have another one? Yes. بابازاده وحید. Can I have another one? ایش فکر کنم اشتباهاً جا افتاد. Very good. Hania, I got another one just to be safe. Fantastic. I got another one just to be safe. Very good. I got another one just in case, funny 1120. Yes. I've got another one just in case, Tahereh. Yes, absolutely. Hi, Reza. Thank you for joining. Just in case. I got another one just to be safe. Mariam, I got another one just to be safe. Fantastic. Yes. I would like to have another coffee, please. Bovagar, I would like to have another coffee, please. Okay, very good. چون به ما درس یاد میدین
ممنون معلم زیبا و شیرین و دوست داشتنی خدا حفظتون کنه. شما خیلی لطف دارین. مرسی. خیلی ممنون. Funny 1120 I got another one just to be safe. یا I've got another one. دوتایشون درسته. Is that correct? I've got. Okay. تفاوت بین I got و I've got چیه؟ شما میخواییم بگین یه دونه دیگه گرفتم زمان گذشته. I got another one. 5 دقیقه پیش یه دونه دیگه گرفتم. تموم شد. میخواین بگین I've got another one. اینجا وقتی هست که میخواین اطلاع بدین به یه نفر. I've got another one. محض اطلاع میخوام بگم که یه دونه دیگه گرفتم. که یعنی اگه کم اومد یه دونه دیگه داریم. پس I got مال زمان گذشته است. زمان تموم شد. I've got ماضی نقلیه. کاری که در گذشته انجام دادیم اثرش هنوز هست. یا برای وقتی که میخوایم یه چیزی رو اطلاع بدیم برای اولین بار. I've got another one. پس هر دوی جمله شما درسته اینجا. I got another one. I've got another one. درسته. Okay. Very good. پس تا حالا 3 کلمه جدید یا تلفظ 3 کلمه رو کار کردیم. Can و بعد salmon و بعد other one یا another one, the other one, another one. Okay. شماره 4 برای یه جایی هست توی لندن به اسم یه رودخونه دریاچه رودخونه بهش میگیم تمز. فکر کنم میگه همه میشناسن تمز. من شنیدم خیلی ها میگن تیمز نمیگیم. تیم یک فعل هست، یعنی یک حیوان وحشی رو آروم کردن، به این میگیم تیم. تیمز یعنی اون شخص یه حیوان وحشی رو آروم میکنه. He tames the animals. اون شخص حیوان وحشی رو آروم میکنه. منظور ما پس تیمز نیست، تمز. TH داره اولش، پس منظور همون دریاچه هست توی لندن. تمز. The river Thames, رودخونه، ببخشید. Thames, T-H-A-M-E-S, okay? تلفظش هست Thames, okay? مثل کلمه 10 به عنوان 10, 10, ولی اینجا م داره. Thames, the river Thames, okay? Very good. پس میخوام بگم ما برای یه پیاده روی خیلی ریلکس بغل تمز راه رفتیم. ما خیلی ریلکس بغل تمز راه رفتیم برای پیاده روی. جمله‌م اینه: We went for a stroll. Stroll یعنی پیاده روی خیلی ریلکس، برای ورزش نه. پیاده روی همجور فقط برای لذت بردن، دیدن مثلا منظره اطراف. We went for a stroll by the Thames. We went for a stroll. ما رفتیم برای پیاده روی خیلی ریلکس by the Thames، نزدیک تمز. پس ما بغل تمز خیلی ریلکس پیاده روی کردیم. We went for a stroll. Stroll, S-T-R-O-L-L. Stroll. Stroll هم فعل میتونه باشه هم اسم. به معنی پیاده روی خیلی ریلکس، برای ورزش نیست. خیلی ریلکس رفتیم برای لذت، برای پیاده روی، برای ریلکس. We went for a stroll. لطفاً a یادتون نره. We went for a stroll. A stroll. We went for a stroll by the Thames. We went for a stroll by the Thames. بله. Thames. T-H A-M-E-S. میدونم سپلینگ این کلمه خیلی راحت نیست. A نوشته میشه، A خونده میشه، بله. We went for a stroll by the Thames. Perfect. خیلی مهم هست. شما که اینقدر دارین وقت صرف میکنین، اینقدر انرژی واقعا دارین، هدر دارین استفاده میکنین برای یادگیری، مهمه که مثلا یه رودخونه نسبتاً مهم در لندن رو درست بتونیم تلفظ بکنیم. ممکنه یه نفر از شما بپرسه کجاهای توریستی لندن رو رفتین، کجاهای توریستی انگلیس رو رفتین. ممکنه بخواین بگین مثلا تمز. خوبه که درست بشه، تلفظ بشه تمز. اوکی، بسیار عالی. و آخرین کلمه‌ای که می‌خوایم با هم تمرین کنیم هست کف دست. کف دست به انگلیسی میگیم پام. سپلینگش هست پی
A-L-M. ولی ل خونده نمیشه. ل مثل سمن، ل خونده نمیشه. پام، پام، پام یعنی کف دست. پام، پام. یه روغن هست یا ممکنه مثلا یک صابونی چیزی باشه، اسمش هست پام اولیو. پام اولیو. پام اسم درختم هست، درخت مثل درخت خرما که تو کشورهای خیلی گرم رشد میکنه، اون هم همون پام هست، پام تری. پس پام، پام به معنی کف دست یا به معنی درخت خرما، هر دو. پام، پام به معنی کف دست. این کلمه هم شنیدم خیلی ها میگن پالم ولی ل خونده نمیشه، تلفظ نمیشه. پام، پام. اوکی. میخوام ببخشید، میخوام مثلا به یه نفر بگم اونقدر الان نگران هستم، استرس هستم که ببخشید کف دستم عرق کرده، اینقدر استرس و نگران هستم. مثلا به انگلیسی میشه I've got sweaty palms یا a sweaty palm. I've got a sweaty, sweaty یعنی عرقی. I've got a sweaty palm یعنی کف دست من عرق کرده، اینقدر من نگرانم، اینقدر استرسدم، اینقدر مثلا هر چیزی. I've got a sweaty palm. I've got a sweaty palm. یا میخوام بگم دو تا کف دستم عرق کرده. I've got sweaty palms. یه اسم میذاریم آخرش. پس palm، palm به معنی کف دست، کف دست. Palm, palm. Palm tree, yes, palm olive, very good. معنی درخت خرما, palm, very good. Merci, thank you. I've got a sweaty palm, very good, very good. Funny 1120, sweaty, thank you, Pony 65, Erbal. Sweaty is double, S-W, E-A-T-Y, لطفاً. Sweaty, sweaty. Thank you. I've got a sweaty palm. I've got a sweaty. Honey, a sweaty. S-W-E-A-T-Y. اگر بگیم sweety, sweety, sweet یعنی شیرین. Okay? Double E. Yes, very good. Sweaty. پس یک حرف اگر عوض بشه. Sweet, double E, یعنی شیرین. یا شیرینی. Sweat, E-A یعنی عرق. ببخشید امیدوارم وسط غذایی چیزی نباشید، معذرت میخوام. و آخرین جمله، این نمیدونم ممکنه به درد آقایون بخوره یا خانم ها. میخوام بگم که فارسیشو نمیدونم، ببخشید، امیدوارم شما کمکم کنید. میدونید مثلا وقتی که یه تیکه چوب، ما با یه تیکه چوب سر و کار داریم، گاهی وقتا یه ذره از این چوب مثلا ممکنه رفته توی دستمون، خیلی نازکه، مثل سوزن میمونه، میره توی دست و واقعا اذیت میکنه. این به فارسی چی میشه لطفا؟ من نمیدونم فارسی این چی میشه. پس من با چوب سر و کار دارم یا مثلا یه یونیتی چیزی دارم سر هم میبندم، نصب میکنم، یا هر چیزی با چوب سر و کار دارم، یه تیکه خیلی کوچولوی این چوب خار میگن. خار، اوکی، خار چوب میگن. مرسی، تانک یو. بله، یه تیکه خیلی خیلی ریز 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 این پلیسه تراشه. اوکی، پس کلمه های مختلف هست. براده، براده چوب، براده تراشه. اوکی، پس ممکنه چند کلمه مختلف باشه براش. مرسی. پس منظور منو امیدوارم بدونن افراد، دوستان. براده، براده، درست، تراشه های چوب. اوکی، مرسی، thank you. مرسی. بله، این تیکه های خیلی خیلی کوچولوی چوب به انگلیسی میگیم splinter. Splinter spell میکنم S-P-L-I-N T-E-R. یه بار دیگه. S-P-L-I-N-T-E-R. Splinter. 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 Splinter, honey.
Very good. Splinter. Splinter. Very good. Bustaniseti. Splinter. Funny. 1120. Splinter. 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 Very good. Very good. Hi, Ida. Splinter. Very good. Splinter. بله. پس همون به قول شما تراشه یا براده چوب که میگن تیکه های خیلی خیلی ریز چوب که وقتی با چوب سر و کار داریم ممکنه بره توی دستمون اذیت میکنه. بهش میگیم splinter. Okay. میخوام بگم که یه دونه از این تیکه های خیلی کوچولوی چوب رفته توی کف دستم. Okay. I've got a splinter in the palm of my hand. کف دستم. In the palm of my hand. از اول. I've got a splinter in the palm of my hand. یه بار دیگه. I've got a splinter in the palm of my hand. I've got a splinter, Ida, please. A splinter. یعنی یه دونه splinter. I've got a splinter in the palm of my hand. Fantastic. Pani, I've got a splinter in the palm of my hand. Thank you. بوستانی ستی, I've got a splinter in the palm of my hand. Very good. بابازاده وحید, I've got a splinter in the palm of my hand. Very good. تاهری, مر 207, yes. تاهری, splinter in the palm of my hand. فقط برای چوب یا برای براده آهن هم کاربرد داره. Yes, yes. برای آهن هم فکر میکنم کاربرد داره اگه اشتباه نکنم. Iron splinter. فکر میکنم. البته اینو باید چک کنم. مطمئن نیستم. فکر میکنم برای هر دو استفاده میشه. Funny, I've got a splinter in the palm. Funny, 1120. I've got a splinter in the palm of my hand. Of my hand. کف دست. Of my hand. Very good. Okay. پس سری یه بار از اول. دیگه بیشتر از این یک شنبه‌تون رو مزاحم نمیشم. گفتیم can برای سوال و در جمله کامل خیلی سری ازش رد میشیم. Can. Can I get the receipt? Can I have a refund? جمله کامل. I can imagine. میخوام همدردی کنم با یه نفر. I can imagine. میتونم تصور کنم. سخت بود. I can imagine. دوم برای salmon گفتیم ل تلفظ نمیشه. Can I have the salmon cut into fillets and scales off? یا گفتیم we've got salmon and veg for dinner. And veg for dinner. شماره سه. The other one looks better. گفتیم یا the other one یا another one. The other one یعنی اون یکی. اون یکی. The other one looks better. برای another one گفتیم I've got یا I got another one just to be safe. یعنی محض احتیاط رفتم یه دونه دیگه گرفتم. یه دونه اضافه تر. Another one. پس دیگه دوستان نمیگن the another one. درسته؟ یا میگیم the other one یعنی اون یکی یا میگیم another one یعنی یه دونه اضافه تر از اونی که الان دارم. اوکی. کلمه بعدی که تلفظشو ترمین کردیم Thames بود. Thames. We went for a stroll by the Thames. گفتیم stroll یعنی پیاده روی خیلی ریلکس. برای ورزش نه. خیلی ریلکس پیاده روی. Stroll. و آخرین کلمه گفتیم palm. Palm. برای کف دست به معنی درخت خرما هم هست. Palm tree. درخت خرما. کف دست. Palm. Palm. و spellingش گفتیم P-A-L-M. Palm. Palm. I've got a splinter in the palm of my hand. Fantastic. واقعا خسته نباشید. Thank you so much for writing your answers. Very good. Excellent. Interactive. Really, really good. Thank you. I hope to see you next Sunday. Please practice. Please. Practice the pronunciation. Practice these words in your conversation. And I'll see you next Sunday.
شما مراهم هستید. ما مزاحم وقت نه هیچ وقت شما مزاحم نیستین. Thank you. مرسی که جوین میکنید همگی واقعا. Thank you so much. مرسی. متشکرم. هفته خیلی خوبی داشته باشید. یک شنبه دیگه میبینمتون. Thank you. Good night.